سلام و درود، وقت بخیر خدمت تمام دوستان عزیز. با یه آپدیت تحلیل دیگه از لونای کلاسیک در خدمت شما هستیم. همونطور که مطلع هستید، 12 تکس برن لونای کلاسیک اجرا شده و در حال حاضر می‌خوایم خبرش رو یه بررسی داشته باشیم. امروز قرار بودش که به صورت کامل لانچ بشه و این اتفاق هم افتاده. کامل برای شما بررسی می‌کنیم تکنیکالی وضعیتش رو. حتما تا انتها کامل نگاه کنید، لایک کردن این ویدیو فراموش نشه، کامنت بذارید، کامنت بسیار مهمه، و سابسکرایب هم که داشته باشید. تلگرام هم اگر دوست داشتید جوین بشی، پایین ویدیو دیسکریپشن هم لینک تلگرام گذاشتم و هم اینستاگرام که از اونجا میتونید با ما در ارتباط باشید. خب بریم بررسی کنیم. و یه نکته هم بگم دوستان، چند ساعت پیش ویدیوی کاردانو رو منتشر کردیم، یه آپدیت تحلیل جامع و کلی از کاردانو داشتیم. اگر اون ویدیو رو ندیدید هنوز، برید حتما یه نگاهی داشته باشید، چرا که تکنیکالی رفتیم بررسی کردیم نکات مهم آموزشی که تکنیکالی هستن و به درد همه میخورن. اونجا برای شما گفتیم که میتونید برید استفاده کنید، پس حتما این کار انجام بدید، اونجا هم کامنت بذارید. دم شما گرم. خب بریم شروع کنیم. اولین خبری که موجود هستش، تکس ریت رو اگر نگاه کنیم، 12 اومده اجرا شده و الان روی شبکه لونای کلاسیک هم روی آن چین و هم روی آف چین آماده این هستش که اجرا بشه. حالا این وسط یه نکته ای که بسیار مهم هستش، حالا پایینتر هم میتونیم این رو ببینیم که از 1.2% اومده تغییر کرده تکس ریت به 0.2%. حالا یه نکته ای که وجود داره، این وسط الان دوباره باید صرافی ها بیان وارد عمل بشن و بیان لیست کنن 1.2% رو حذف کنن و 0.2 رو بیان اضافه کنن به عنوان تکس ریت. و نکته جالبی که وجود داره، تا به این لحظه که حالا اتفاقش افتاده، صرافی مثل بایننس و صرافی کوکوین و حالا صرافی های مختلف دیگه که موجود هستش، فعلا همچنان روی اون 1.2% موندن و تغییر خاصی رو انجام ندادن، مثلا کوکوین و بایننس، و همچنان دارن 1.2% رو روی آن چین و آف چین انجام میدن که بایننس یکی از اونها هستش. یه نکته ای که بسیار مهمه، همونطور که میدونید بایننس یکی از صرافی هایی بودش که اومد روی آف چین همین توکن سوزی 1.2% رو انجام داد و حالا روزانه و ماهانه میومد، هفتگی میومد این توکن سوزی رو انجام میداد که تا به این لحظه جمع توکن سوزی 1.2% رو نگاه کنیم، تا به این لحظه که 3 هفته گذشته، توی 3 هفته رسیده به عدد 11 میلیارد و 100 میلیون تا لونای کلاسیک از طرف صرافی بایننس اومده سوزونده شده. حالا باید ببینیم که این 0.2 که به زودی اجرا میشه، که اجرا هم شده، مونده که صرافی ها بیان تایید کنن، یه دونه بیانیه و اعلامیه رو بیان منتشر کنن و بگن که آقا ما از 0.2 میایم ساپورت میکنیم، پشتیبانی میکنیم، و از این به بعد اونایی که میان خرید فروش انجام میدن، چه روی آن چین و چه روی آف چین، از این به بعد مالیاتی که روی اون معامله قرار میگیره روی 0.2 هستش دیگه، 1.2% نیستش. و باید این رو حالا در چند روز آینده، فردا به نظر من دیگه، باید همشون بیان این اعلامیه رو منتشر کنن و بگن که آقا ما از 0.2 میایم ساپورت میکنیم. حالا نکته ای که این وسط وجود داره، این 11 میلیارد و 100 میلیون تا در عرض 3 هفته اونم با 1.2% اومده اتفاق افتاده. حالا بایننس بیاد روی آف چین همین روند رو تکرار کنه و بگه که ما هفتگی میام توکن سوزی انجام میدیم و اعلام میکنیم، اون هم تغییر کنه و برسه به 0.2، باید انتظار داشته باشیم مثلا توی 3 هفته بیاد بالای چیزی حدود 30 میلیارد و 40 میلیارد اینا توکن سوزی انجام بده که این اتفاق بیفته تنها روی صرافی بایننس. این اتفاق بیفته طبیعتاً عددی که سوزونده میشه مثلا برای هر هفته 40 میلیارد تا یا 50 میلیارد تا و حتی بیشتر هم باشه، خیلی مثبت هستش. حالا این برای تنها صرافی بایننس هستش و صرافی های دیگه به یک شکل مختلفی میتونن انجام بشن و حالا کوکوین هم بیاد اعلام کنه و هر کدوم حالا در حد توانشون بتونن روزانه مثلا چیزی حدود 3 میلیارد تا بین 4 میلیارد 5 میلیارد تا بتونن توکن سوزی انجام بدن، این عدد میتونه لونای کلاسیک رو در عرض مثلا 5 ماه آینده 6 ماه آینده با تعدادی که کاهش پیدا میکنه، خود به خود شاید ما هم حس نکنیم، بیاد قیمتش رشد کنه و به سمت بالا بدونه یک رشد بسیار خوب رو داشته باشه اگر روزانه مثلا 4-5 میلیارد بیاد انجام بشه. ولی باز هم میگم فعلا الان روی هم آن چین و هم روی بلاک چینش 0.2 اومده اعلام شده که اینجا رو نگاه کنیم تکس ریت رو زده 0.2، ولی فعلا صرافی ها نیومدن ساپورت کنن و بگن که مثلا آقا ما هم از 0.2 میایم ساپورت میکنیم، با اینکه به نظر من فردا و پس فردا کوکوین حتما میاد این رو اعلام میکنه، چون که کوکوین یکی از صرافی هایی بودش که روی 0.2 اومده بود رأی مثبت داده بود، رأیش یس بودش، و طبیعتا این کار باعث میشه که کوکوین بیاد حتما این کار انجام بده و بایننس هم به نظر من کنارش انجام میدن. و یه نکته ای که بسیار مهمه دوستان، دو تا صرافی برای ما مهمه، من بارها گفتم برای شما بایننس و کوکوین، چرا که تعدادی که وجود داره اینجا میتونیم نمودار حالا درصدش رو نگاه کنیم، 34% تو صرافی بایننس و بر بستر حالا تتر نگاه کنیم و چیزی حدود 6% و 7%
درصد هم توی صرافی کوکوین هستش، حالا گیت داتا هم هستش، ولی مهمترینشون بایننس و کوکوین که بهترینشون بایننس دیگه. اگر بیان حالا روی توکن سوزی انجام بدن و هر کدوم جمع این توکن سوزی که انجام میده روزی مثلا برسه به 5 میلیارد یا 4 میلیارد تا، به نظر من میتونه تاثیر مثبتی رو روی قیمت لونای کلاسیک بذاره و تمام این اهدافی که لونای کلاسیک داره و این کاهشی که درصد ریت برن تکس خودش رو اومده کاهش داده از 1.2% به 0.2، علتش اینه که بتونه این حجمو نگاه کن تو تایم فریم، حالا تایم فریم نیستش اینجا رو نگاه کنیم 325 هستش، الان حجم معاملات چنده؟ 264 میلیون دلار هستش. از زمانی که میتونیم بگیم مالیات 1.2% تکس برن انجام شده، ما شاهد این بودیم دیگه، نمودارها رو داریم کامل نگاه میکنیم خودمون، شاهد این بودیم که حجم ها داشت روز به روز کاهش پیدا میکرد. از زمانی که اومد اعلام شد و روی میتونیم بگیم بلاکچین لونای کلاسیک لانچ شد 1.2%، ولی فعلا میبینیم که 0.2 اومده لانچ شده، یک کمی حجم ها افزایش پیدا کرده، 22% میبینیم که حجم لونای کلاسیک افزایش پیدا کرده، رسیده به 264 میلیون دلار. و نکته جالب تر اینه که الان صرافی ها مثلا کوکوین و گیت و بایننس دیگه دستشون باز هستش و دیگه نمیتونن بهانه بیارن بگن که آقا مثلا 0.2 خیلی زیاد هستش برای اینکه بیان توکن سوزی انجام بدن روی آف چین، چون که بهانه ای که داشتن روی 1.2% این بودش که آقا 1.2% مالیاتش عددش زیاده و نمی اومدن روی آف چین توکن سوزی انجام بدن، که بایننس بارها اومد اطلاعیه داد و گفتش که آقا ما انجام نمیدیم، ولی الان که کاهش پیدا کرده دیگه دستشون بازه و هولدرها هم دارن بهشون فشار میارن که این کار رو انجام بدن و ما شاهد این باشیم که میتونیم بگیم 0.2 بیاد اجرا بشه و به نظر من به زودی اجرا هم خواهد شد، که اینجا حالا میتونیم بگیم دکسا و سکسار این داره برای ما کامل نشون میده که صرافیایی هستن که توی لونای کلاسیک وجود دارن و دکس هم که حالا به عنوان یه صرافی که برای پنکیک سواپ هستش داره عمل میکنه. و یه نکته جالب‌تر، حجمای میتونیم بگیم برابری میکنه با بایننس روی پنکیک سواپ هم داره انجام میشه، اینم جالبه، یعنی خرید انجام میدن انتقال میدن به کیف پول مثلا تراست ولت، یا میفروشن دوباره انتقال میدن به کیف پول تراست ولت، که حجم زیادی هم روی پنکیک سواپ هم داره انجام میده. کنارش یونی سواپ هم هستش، با اینکه حالا درصدش رو اینجا مشخص نکرده، ولی روی پنکیک سواپ هم توکن سوزی بسیار زیادی میتونه انجام بشه و حجم ها رو بیاد افزایش بده. اینجا نگاه کنیم، حالا از لحاظ قیمتی میبینیم که رسیده به 325 قیمت فعلی تری کلاسیک هستش و یک رشدی رو به سمت بالا تجربه کرده، ولی ولوم هم کنارش میبینیم که افزایشی بوده، 22% طی 24 ساعت گذشته اومده افزایش پیدا کرده که عددش بسیار خوبه. استیبل کوین USDC هم یه دونه پامپ بسیار خوب رو به سمت بالا دوباره تجربه کرد و مارکت کپش و میتونیم بگیم ولوم 24 ساعته یه رشد 100% رو داشتن. استیبل کوینش داره کم کم بهتر و بهتر میشه. اگر یادتون باشه حالا تکنیکالی بررسی میکنیم، روی 3 سنت گفته بودیم که مهمه برای ما، از همون فکر کنم 3 سنت اینا دوباره برگشت به سمت بالا و یک رشدی رو اومد تجربه کرد. یه نکته هم اینجا بگم و بعد بریم دیگه تکنیکالی سریع بررسی کنیم و کاملتر برای شما توضیح بدم. اینجا نگاه کن، اینجا لیست اون میتونیم بگیم تمام صرافی ها و اون افرادی که توکن سوزی انجام میدن رو داره برای ما نشون میده. اگر 0.2 بیاد اجرا بشه، یعنی از فردا مثلا چیزی حدود 1 میلیارد تا یا 100 میلیون تا بیاد سوزونده بشه، باید شاهد اضافه شدن میتونیم بگیم 0.2 کنار مثلا 1.2% برن تکس اینجا باشیم. اگر این اتفاق افتاد، بدونی که توکن سوزی ها استارتش خورده و شروع شده، که منم هر روز حالا آپدیت ها رو میذارم، نگران این موضوع نباشی. کلا دیگه خیلی سعی خودمون رو کردیم که روی لونای کلاسیک خیلی فوکوس کنیم و تحلیل های خودمون رو به درستی و به صورت کامل و جامع برای شما ارائه بدیم. خب بریم یه نگاهی هم روی چارت لونای کلاسیک داشته باشیم، وضعیتش رو نگاه کنیم، ببینیم که به چه شکلی هستش، که میبینیم که 325 هستش و همچنان داره به سمت پایین لونای کلاسیک حرکت میکنه. اینجا برای ما یه دونه کفی هستش که برای ما بسیار مهمه. حالا من نمودارش که برای شما رسم کرده بودم اومده هست شده. اینجا برای ما یه دونه مقاومت بسیار مهم، حمایت بسیار مهمی هستش روی 320 که رسم کردم برای شما. اینجا هم یه دونه شادو کر به سمت بالا، یه حالت پامپ مانندی رو تو تایم فریم پایین‌تر ما دیدیم که به سمت بالا اومد، یه دونه برگشتی رو داشت. اینجا رو نگاه کنیم، یه پامپی به سمت بالا تجربه کرد و دوباره داره به سمت پایین یه حرکتی رو انجام میده، بیشتر داره به سمت نوسانات و رنج بودن حرکت میکنه. توی تایم فریم 4 ساعته که نمودارش رو نگاه کنیم، مثلا نمودارهای مختلف دیگه داره همین مدل رو تشکیل میده و به نظر من اونایی که تریدر و تحلیلگر هستن میتونن این رو کامل ببینن که یه کمی داره حالت رنج مانند رو تشکیل میده و برای نوسانگیری
میتونه برای هولدرها حتی برای تریدرها بسیار مناسب باشه. ولی به هر حال این حمایت عدد 320 رو حتما در نظر بگیرید. باید ببینیم که بهش میرسه یا نه، که بالای 80-70% و بالای میتونیم بگیم 85% احتمال میدیم که این عدد رو ببینه و تاچ کنه، چرا که این عدد اینجا که برای شما قبلا توضیح دادم نحوه رسیدنش رو گفتم به چه شکلی از لحاظ چیموکو ما اومدیم این عدد رو در آوردیم و یه دونه هفتی شکل تیزی رو ما اینجا از سمت لونای کلاسیک داشتیم که اومد به سمت بالا، حالا تشکیل شد. بریم تایم فریم هفتگی هم یه نگاهی داشته باشیم وضعیتش رو، ببینیم که به چه شکلی هستش. توی تایم فریم هفتگی نگاه کنیم، یه نکته جالبی که وجود داره، یه کندل مثبت داشتیم، حالا کندل هایی که داره چند هفته تشکیل میشه کندل هایی هستن که داره درون کندل صعودی ما تشکیل میشه و 50% این کم کم داره بهش میرسه. یه دونه 70% اینجا داریم، یه دونه هم 50% روی این عدد داریم که کم کم داره به این عدد نزدیکتر میشه و باید ببینیم که به چه شکلی خواهد شد و به نظر من میتونه برای لونای کلاسیک اینجاها یه دونه واکنش و حمایت خوبی رو داشته باشه و به ارمغو میاره. یه آپدیت هم از استیبل کوینش داشته باشیم، چون که استیبل کوینش امروز یه دونه پامپی رو به سمت بالا اومد تجربه کرد. داشتم نمودارش رو بررسی میکردم توی تایم فریم بریم هفتگی هستش. تایم فریم هفتگی استیبل کوینش برای من خیلی جالبه و داشتم نگاه میکردم نمودارش رو، حالا سعی میکنم حالا یه دونه ویدیو جدا کاملتر برای شما توضیح بدم. لاینش رو نگاه کن، لاینش این بخش رو نگاه کنیم، یه دونه دبل باتمی رو داره تشکیل میده، الگوی کف دوقلو رو داره اینجا تشکیل میده که اینجا میشه نک لاینش و این الگو که تشکیل میشه بیشتر به سمت بالا حرکت میکنه تا بیاد به سمت پایین حرکت کنه، که این جالبه. این موضوع الان که اینجا هستش بیشتر به سمت بالا روانه هستش تا به سمت پایین و این الگو حالا تشکیل شده. باید ببینیم که به چه شکلی هستش و آیا میتونه معتبر باشه برای ما. توی تایم فریم دیلی نگاه کنیم، توی تایم فریم دیلی هم یه نکته جالبی که وجود داره، اینجا پام کردیم به سمت بالا، دوباره برگشت، رسیدیم کجا؟ رسیدیم به اینجا، جایی که باید حمایت میشد که حمایت هم شد و به سمت بالا برگشت و میبینیم که یه رشدی رو به سمت بالا اومده تجربه کرده. اما بریم روی بیت کوین هم یه تحلیل داشته باشیم دیگه. ما تحلیل های بیت کوین هم میایم انجام میدیم، ببینیم که به چه شکلی هستش. من چرا اشتباه نوشتم BTC USD؟ یه دونه از این رو حذف کنم، رو صرافی بایننس بریم نگاه کنیم. یه کمی وضعیت اینترنت ها ضعیف‌تر شده، با اینکه حالا برخی از فیلترها رو برداشتم ولی یه کمی میتونیم بگیم وضعیت اینترنت ها کم سرعت‌تر شده. حالا انشالله که درست بشه. خیلی از تریدرها موندن نمیتونن ترید انجام بدن، انشالله که حالا یه اتفاقی بیفته که همه میتونیم بگیم مردم ایران بیاد راضی بشه. دیگه من نمیتونم بیشتر از این صحبت کنم. خب بریم شروع کنیم یه نگاهی به تایم فریم دیلی بیت کوین داشته باشیم. بچا کامنت مورد نظرتون که خودتون هم میدونید که راجبش دارم صحبت میکنم، هشتگش هم خیلی ترند شده، رو حتما دوست داشتید زیر این ویدیو کامنت کنید دیگه. اونایی که میدونن گرفتن تا اینجا، اونایی که اومدن حتما این کار انجام بدن، دمتون گرم. خب بریم اینجا رو نگاه کنیم. ببین اینجا رو نگاه کن، توی تایم فریم روزانه ما اینجا چه اتفاقی داره برای ما میفته. ما الان روی حمایتیم، بیت کوین هم الان روی حمایته، ولی گفتم برای شما بیننده باشید، اینو دارم توی هر ویدیو میگم، بیننده باشید و حتما توی کیف پول خودتون تتر داشته باشید. اینو مفصل و کاملتر جامعتر کامل برای شما توضیح میدم. خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید دوستان، حمایت اینا فراموش نشه، لایک کنید این ویدیو رو، کامنت بذارید، دمتون گرم. و اگر دوست داشتید توی کانال تلگرام جوین بشید، اینستاگرام رو فالو کنید، پایین ویدیو دیسکریپشن لینکش هست. منتظر اینم وضعیت درست بشه، اینستاگرام رو پرقدرت میخوایم شروع کنیم، کارهای خیلی خفن و فوق العاده رو در راه هستش که انجام بدیم. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی، فعلا خدا نگهدار.